سلام علیکم. سلام، خوش اومدید. احوال شما؟ بفرمایید. بفرمایید آقای مرس. دکتر جهان رو چطور پیدا کردین؟ الان این بحث ها مهم نیست. چیزی که مهمه اینه که دکتر جهان تشخیص دادن اون منطقه نیست. حتما خبر دارین که هیئت اومنا هنوز به این نتیجه نرسید. تشخیص دادن اون منطقه نیاز به یه بیمارستان صحرایی داره. من قبلا نظرم رو به هیئت اومنا اعلام کردم. در شرایط فعلی با ساختن بیمارستان صحرایی مخالفم، اما اگر دکتر نوروزی دستور بدن چشم. سعی میکنم حد اکثر تا یک ماه آینده مجهزترین بیمارستان صحرایی رو تحویلتون بدم. یه ماه؟ اگر شرایط مهیا باشه شاید دو هفته، اما تهش دیگه دو هفته است. چهل و هشت ساعت. دکتر جهان اینو گفته؟ من برای دکتر احترام زیادی قائلم، اما ایشون سال هاست که از کارهای اجرایی دور بودن. من تعجب میکنم، ایشون خودشون پزشکن. حرف منه، شما زمین بیمارستان رو در اختیار ما بذارید. موضوع اینه که ما برای همین بیمارستان هم تا چند روز آینده تجهیزات کافی نداریم. خیلی خوب، تجهیزات با من. چه برسد. بسیار خوب، شما تقاضاتون رو بدین دبیرخونه. قول میدم که حتما پیگیری کنم. بله. این نامه برای این روابط عمومی و نمیدونم دبیرخونه اینایی که گفتید. در ضمن جسارتاً این نامه تقاضا نیست. دستورم اگر باشه باید مراحل اداریش رو طی بکنه و طی کردن مراحل اداریش 48 ساعت حداقل طول میکشه. شما کارهای اداریش رو انجام میدی دیگه. منم بچه هم از همین امروز اونجا مستقر میکنم. من موافقم، اما شما باید رضایت بقیه اعضای هیئت اومنا رو جلب کنین. اون دیگه دست من نیست. چلاش ساعت از همین الان شروع شد. من برای اینجا نیرو ندارم. نیرو شما رو چطور تامین کنم؟ شما میدونی من عادت ندارم یه حرفو دو بار بزنم. در مورد حق مردمم مماشات نمیکنم. 48 ساعت. یا علی، کجا تشریف میبرید؟ با کی کار دارید؟ نوروزی ورود بایسی و قدغنه. تازه کاری؟ درست صحبت کن پدر جان. همون تازه کاری با شما.
کمک اینجا رو رنگ کردی؟ رنگ چیه مرد حساب دکور عوض کردی؟ دکور تو هنوز معتقدی که کروناست؟ اینطوری فکر میکنم جان یه جوری هم بیمارستان را بنداز من انقدر موندنی نیستم که تموم شدنشو ببینم بلکو بابا هست دیگه خودتو لوس نکن زنگنه سلام آقای چی کار کردی؟ حالا خانمت چطوره؟ همون چطوره؟ امارای بردیش؟ نه مفصل برو ببر دیگه آقای دو مرخصی ندارم بگو من گفتم برو برو مزل نکن این بلکن نیست آی بابا گیر بده دیگه بلکن نیست بهش گفتم نیادا خب اوضاع چطوره؟ فکر نمیکنم زیاد دووم بیاری وصیتتو نوشتی؟ انشالله سالهای سال سایت بالا سر این بیمارستانه درختی که برگ و بارش ریخته و دیگه سایه نداره به درد چوب اجاق میخوره درست میگم دکتر برو سر اصل مطلب این مال منه دکتر را به کسی ندی میگم تو این آبدارخونه چایی پیدا میشه؟ آره از همونایی که احمد هم دوست داره بریز چون چایی میخوری؟ یه ته استکان ابراهیم مهره مار داره نمیدونم تو را چجوری از سوراخت کشیده بیرون این ریشه رو میبینی دکتر تا همین چند روزه سفید شدم از دستیم تا زمانی که احمد بود برای ساخت اون بیمارستان خیلی تلاش کردیم سام دارم مخالف بودن میگفتن اون زمین فروخته بشه کم و کسری های بیمارستان و بدهیاش پرداخت بشه من مخالف بودم هنوزم مخالفم خیلی خوب بابا جوش نزن میمیری میندازن گردن ما با شامیری کارا رو جلو ببر اون مسائل حقوقی رو در جریانه باش صحبت کردم شامیری همون که تو بایگانی بود شامیری چیزم تریبه تو فروخته چی میخواستی بفروشه؟ کسی که جلوی ساخت این بیمارستان رو گرفته شاهمیری بود گفت بریم بالای شهر یه بیمارستان اونجا بسازیم پروخه چی خب تحلیلش این بود که اینجا خصوصیه مخارجش بالاست چرخش باید بچرخه و الا من که با تو موافقم این هنوز این مارمولک رو نشناخته من تسلیم من که حریف تو نمیشم منم تسلیم احمد جان بشین سجاد محمد
رسیده شده الیاس بابا چیکار داری میکنی؟ چادر برطا نشده چهار تا چادر برطا شده بودو جام بیا پایین بودو بابا ببین اگه خسته ای میخوای دفتر تا آماده کردیم برو استراحت کن من بالا سر بچه ها هستم از اون 48 ساعت چقدرش مونده؟ حالا هنو مونده 45 ساعت مونده اینجا که هیچی آماده نیست تا چیز دادتیم که آماده نیست نیروهای کار دادم که نیومدن من با چی جل سرهم کنم؟ حالا خدا بزرگمونم درست میشه خدا که بزرگه گل ما کوچیکه ابراهیم باز داری از همون کارهای چیکی میکنی یا جهان اگه غیر این بود خب من تو رو میخواستم چیکار بیا پایین دیگه ببین من پیر شدم زوارم در رفته میفهمی؟ زوار در رفته نیرو حل مشکلی نیست اصلا از همین بچه های جهادی استفاده میکنیم خوبه؟ یا بلفات تازه کار تازه کار چی گفتی؟ این بچه ها جهادی چند سال تجربه دارن؟ بابا حالا بی تجربه هم نیستن بعضی هاشون تو بیمارستان تجربه دارن کار کردن 30 سال تجربه دارن؟ حالا دیگه 30 سال نه جهان اذیت نکن خب تازه کارن دیگه تازه کار الان با حساب تو منم دیگه تازه کارم دیگه تو که از اولش تازه کار بودی بابا بیا پایی ابراهیم بیا ببر دیگه همه یه چادرها جان چند تا از اون قدیمی ها مخوام من شاگردام خیلی خوب از اونایی که کارشون درسته نه مثل این دوره بری های شامیری ها خب لیست بده دیگه
هر کیو میخوای لیست بده من برات پیداش میکنم. بچا بریم شو. سلام. کاراشو کردیم. چادرای این ور همش تموم شده. چادری اون طرف مونده تا تمومه بس دیگه. آره برو ماشاءالله الیاس تموم شده. شهاب. شهاب چی؟ شهاب امیری. خیلی خوب شهاب امیری برات پیداش میکنم. همون بیمارستان کار میکردی. آره. شما رو تو کانکس استراحت کن برات پیداش میکنم. خیلی ترس. جان اون کانکستا نگاه کن سمت چپیه. مدیریت زده درشت. خیلی دیرم و بعد برم سر شیفتم. اگه میشه زودم. نه خب زنگ میزنم میگم امروز دیر میرسی. نه افقو که میشناسی یه دقیقه دیر برم کلمو میکنه. بگو. تلفن هم یک در میان جواب بدی؟ انقدر شلوغ بیمارستان. همه تخت ها پرن. قلقله است. همش سر کارم دیگه. نگاه. بله. نگار من برای هر دومون این کار کردم. تو میتونی بری. من درکت میکنم. میفهمی چی داری میگی؟ برم. دارم منطقی میگم. من آدم خودخواهی نیستم که بگم به خاطر من بمون اینجا. دوستاشم الان با هم دعوا میکردی بعد بیرون گفت. پذیرش گرفتی، ویزاتو گرفتی، یک سال پیگیر این کاراتی. تو بلیتت هم گرفتی شهاب، بعد اومدی الان. شهاب من نامزدتم. واقعا فکر نمی‌کنم تو سر قضیه رفتن اینقدر حساسیت به خرج بده نگار. اجازه میدی من صحبت کنم؟ خب میدونم چی می‌خوای بگی. میفهمم چی می‌خوای بگی. اجازه میدی یا مثل همیشه می‌خوای فقط صحبت کنی؟ باشه بگو. فقط تو رو خدا بگو مشکل با رفتن چی نگار. تو همه بچگیت اونور بودی. من نمی‌فهمم اصلا چی میگی. بفرمایید دیگه. صحبت کنید. من بچه‌ها بودی اینجا همه چی خودت می‌دونید دیگه بفرمایید. خب من یه چیزی نمیگم بگو. نمیگم نگاه باور بگو. اولا که من اگر دوست داشتم اونور زندگی کردن و میموندم بر نمیگشتم. بعدش هم مسئله من الان موندن نموندن نیست. تو یک سال موضوع به این بزرگی رو از من قایم کردی. یعنی چه ربط داره؟ من از کجا بدونم چیز دیگه یه قایم نمی کنی از من؟ راجع من اینجوری فکر میکنی واقعا؟ تو باعثش شدی. اینجا دارم تلف میشم نگاه. خب برو. کسی که فکر میکنه داره تلف میشه باید بره. به در منم نمیخوره. چند سال بگذره. بیمهری ببینی. تحویلت نگیرم. وقتی اینجوری حرف میزنی. الان فعلا گرمی. فاز خانم پرستار مهربون خوشقلب رو گرفتی. اصلا خوشم نمیاد راجع به عقایدم اینجوری حرف میزن. چیه؟ داری دعوا میکنی هنوز دوست هم داری؟ خلوچل خلوچل نمیدونم سراغ تو میمونم. نگارم نگارم بای من اصلا حوصله شوخی ندارم دیرمه. نگارم آقا ممنون خواهش میکنم براشون بزن. خیلی ممنون بوشی چه دستا دوباره اگزماش. آره از بایی میشه نمیدونش کن. نکن. نه نمیکنم خودش خوب میشه. تو چه تا الیاس؟ من خوبم. خوب نیستی دیگه. اون چادر چهارمیه رو نگاه کن طنابشو ببین. برای چی اونجوریه؟ شل بسته شده، داغون، ول کرده. میرم درستش کنم. مشکلت چیه؟ چیه خاصی نیست. خدا بزرگه. درست میشه. این قضیه خونه چیه؟ شما که ماشالله همه چی میدونی. اجاره های زر رفته بالا. صابخونه هم پولش میخواد. الو. سلام پدر. خوبی؟ ببین این طبقه پایینی هم وزاش چجوریه؟ میتونی دوتا کارگر بگیری بگی خود مرتبش بکنن و اینا؟ میخوام الیاسی که دو روز دیگه اسباب کشی کنه اونجا.
الیاس خودمون دیگه. حالا بعدا بهت میگم. من گرفتارم، بعد بهت زنگ بزنم. زنده باشی، خداحافظ. هرچی بایستادی برو دیگه. الیاس جان، این شهاب امیری فکر میکنم تو همین بیمارستان نوروزی کار میکنه. خب پیداش کن بگو جهان باش کار داره، پاشه بیاد بیمارستان سهری. شهاب جان، شهاب نگاه جان. کن بله، اگر اما اگر آورد و بهانه آورد و اینا، بهش میگی که جهان میخواد در رابطه با نگار باش صحبت کنه. شهاب جان، نگار کی آقا؟ حالا تو چی کار داری نگار کی؟ اون خودش میدونه، برو دیگه. راست میگی به من. این کرونای لعنتی هم شروع شده، الان میگم ممکنه هزار تا اتفاق بیفته، من رفتم پروازم میداختم جلو. بفهم نگار، یادت خودت راجع به دکتر جهان چی میگفتی؟ کجاست دکتر جهان الان؟ کجاست الان؟ چیکار میکنه امسال دکتر جهان؟ قدرش رو دونستن؟ همون دکتر جهان چقدر دعوتنامه از این کشور از اون کشور داشت، چقدر اسم و رسم داشت، صد برابر تو. خودت نگفتی میرفت مناطق محروم، این روستا اون روستا؟ خب برای همین تلف شد بابا. آفاقا همینجوری از دست داد. تو اگه جای پدرت بودی اون سالا چه تصمیمی میگرفتی؟ نگار، پدر من جراح بود، تو جنگ به تخصصش نیاز بود، پاشد رفت. تو چی؟ کاری که مادر من کرد میکردی؟ پای بابام وای میسادی؟ یا نه مثل آفاق ترجیم دادی رها کنی همیشه؟ من مثل مادرت رفتار میکردم. آفر، ولی الان داری پشت من خالی میکنی. شما میفهمی داری چی میگی؟ تو پروازت انداخته جلوتر که به کرونا گیر نکنی، یعنی داری در میری. پدرت هم بود در میرفت از این شرایط؟ عقلت رو بکنه نگاش، اصلا هیچ ربطی به هم نداشت. جواب سوال من نداد. خیلی داری بهم سخت میگیری نگاش. من پای حرفم وای نستادم. مامان من دلش میخواست من باید عروسش پزشک بشه. من تو رو میخواستم، پات وایستادم. تو به من گفتی برو دوباره کنکور بده، من کمکت میکنم پزشکی بخونی. شما من چیزی که هستم و دوست دارم، چرا میخوای منو شبیه خودت کنی؟ شما من دوستت دارم، به جان نگار نمیخوام اذیتت کنم. تو متوجه حرفم شو؟ باشه، هر چی تو بگی، بگی بریم میریم، بگی بمونیم میریم. این بلیط من. نه شب، من نمیخوام اجبار کنم به کاری تو رو. آهای نگار، اصلا نمیفهم تو چی میگی. من چه غلطی بکنم؟ بعضی وقت میشه عین بابات، به هیچ صراطی مستقیم نیستی. خوشم نمیاد راجب بابام اینجوری حرف میزن. چقدرم که ارتباطت خوبه با بابات. اون به خودمون مربوط. شب ان‌شاءالله به امید خدا تا حدود 40 ساعت دیگه همه کارا انجام میشه، فقط یه سری تجهیزات خورد مونده که داره شیراز میاد. الیاس حدود 40 ساعت نداریم، هزار بار دقیقاً 40 ساعت. من گفتم دقیقاً 40 ساعت. از این ور بردار بذارش اونجا. هادی چیکار می‌کنی؟ امیر بیا ببینم.
حالا داری چیکار میکنه عادی؟ چادر برای دکتر جان گفتم بزنم اینجا. بابا براش کانکس گرفتیم دیگه. چادر برای چی؟ ها میگه من با بقیه فرق ندارم، منم تو چادر میگم. خیلی خب این چادر رو بردار ببر تو اون فضای سبز زیر درخت بذار. چشاش ببر من کارش میکنم. ببین بچهای زیادی کار میکنن کیف میکنن. آره. چه عشقی کار میکنن. چی خسته است؟ حاج ابراهیم، حاج جانم. سلام علیکم. یه لحظه صبر کن بادگاه. حاج ابراهیم من آوردی تو این بر بیابون آخه آوارم کردی. من مخلص شما از نوت دروخ دادیم. از نوت هم دروخ دادیم. قدم رو چشم هم آقا این چای زغالی تا آماده است، بریم چای بخوریم. برای هر کسی هم حاضر نباشه برای تو حاضره. گفتی چادرو کجا بذاریمش؟ آقا هادی چه نفهمی چی میگن؟ چادرو زیر درختو. حالا فهمیدی؟ برو دیگه. چای های حاجی حرف نداره. تو کجا؟ برو اون چادر رو مرتب کن. چرا کارش مال ماست؟ چای خب. بابا. بلال قربونت برم. حال چه چهولو گلده، منت گذاشتیم. هلاری نقرم هست. آقا ابراهیم، سوال. زنده باشی. من سر چه سویرم با. با. خیلی دوست دارم. ارادت داریم. آقایی ها. ارادت داریم. خب، اسکان تو بلند. میگه ما بهمنیم، ابراهیمیم، بهرامیم. تو رو خدا. سمیدن اسمایی دیگر منو صدا میزنیم. من شرمندم نکن. البته خب جایی که اشتباه میکنم دیگه. گاهی میگم بهرام، گاهی میگم ابراهیم، گاهی حتی بایرام میگم. ببین حجت دیدبان، یه شعری بود تو فقط وقتی تنها بودی میخوندی، چی بود؟ آها، یه تیکشو بخون یادم بیاد. من عاشقایی این جلیل که جلیرای این جلیل سنی کرن که ازلاریم نه یاتر ندین جلیل آی گزلر آی گزلر ایل کر گزلر آی گزلر یال گزمارال کمین ایران گالمش آی گزلر گالدا یاتمش دم تو الو ببخشید سلام تو اینه بله بله سلام علیکم سلام خوب هستین؟ خیلی ممنون ببخشید من امیری هستم فرمایش دکتر جهان اینجاست؟ با دکتر جهان چی کار داری؟ هیچی شما فکر کن پسرشم من پسرش خوش شما چیزی نیست آقا جد خوبی دکتر؟ خوب هستین سلامت بشید دکتر امیری آقا شاه بله زودتر از اینا منتظرت بودیم دکتر جهان رو میخواه بله فکر کنم کنار تپه میتونی پیداش بکنی یه چادره در باز کن برم بابا خبرم این سر من چیره مالیده میگه من پسر جهانم نه شوخی کردم ببخشید حالا هیچی نیست دیگه بابا ببین به خاطر آقا ابراهیم راحت میدم دست شما درد نکن بفرم مرسی عمو جان آقا ابراهیم واقعا به خاطر تو من باید قانونا نمیذاشتم ببخشید دکتر جهان اینجاست؟ بله داخلم نه بیا اینور اینور بذار سلام استاد استاد کیه؟ با کی هستی؟ با منی؟
شاب بیا تو. خیلی مخلصی. چه کار میکنی؟ چه؟ نمیدونی چه خبره؟ آه چه هایی چیزای شنیدم؟ جدیه؟ آره جدیه، اینجوری. خب چطوری؟ خوبم. ببینم تو بالاخره پزشک شدی؟ دیگه بعد این همه سال تخصص میدم دیگه. اکی گرفتی؟ من که به تو نمره ندادم. نمیدم، شما که ندادی، یکی خواهش کردم. همون خواهشی دکتر شدی. راستی سگت چطوره؟ سگ نشته، من سگ چیه؟ همون سگی که منو گاز گرفت. من سگ نداشتم، چرا اذیت میکنی؟ تدی مال تو نبود؟ نخه. مال یکی دیگه بودم. کلای منو برده بری. کلای شماسی؟ آره. بفهم، پروانه میگیری باش؟ آره اینجا بود که گفتم بیاد. میخوام اینجا رو روپا کنی. اینجا تمام کمال در اختیارت. ببخشی استاد، نمیتونم. نمیتونم یعنی چی؟ دارم میرم. میری؟ کجا؟ پذیرش گرفتم. توی این وضعیت؟ توی این موقعیت؟ دقیقا تو همین وضعیت بهم پذیرش دادم. قبلا 3 دفعه ردم کردم. الان لازمم دارم. اگه این موقعیت رو دست بدم ممکنه دیگه نتونم برم. میدونم دارن چی کار میکنن. دارن آدم های حرفه‌ای ما رو جذب میکنن. برای کجا میخوایی بری؟ هایدلبرگ، آلمان. میخوایی پدر سوختگی بکنم، زنگ بزنم به رئیس دانشکده بگم این شاگرد من بوده. از اون خنگاز فوری برات میگردونن بر دل خودم. نه خواهش میکنم این کار نکن، میدونم که میتونی، من تسلیم. تا اونجا که یادم میاد تو هیچ وقت اهل رفتن نبودی. شاید آدم عوض میکنه. اون موقع بچه بودیم چه میفهمم. حالا بزرگ شدی؟ باشه، به سلامت، برو هر چی میخوای. دکتر یه کار دیگه داشتم باهات. من و نگار 2 سال با هم نامزد کردیم. نگار؟ نگار خودمون؟ همین که اینجا پرست داره؟ آره، شاگرد خودت بود. مبارک باشه. الان که من دارم میرم اون نمیخواد بیاد. از همون موقع ازت حرف شنوی داشت، گفتم اگه بشه باش حرف بزنیم راضیش. تو میخوای بری ولی نگار نمیخواد بیاد؟ آره دیگه. میخوای من با نگار حرف بزنم که دنبال تو بلنشه بیاد؟ آره؟ آره میشه. نه نمیشه. حالا ما شدیم 2 تا، تو 1. خیلی عاقل شده. اینا کی خواهش کردیم؟ آدم لجباز. امروز میخواییم خانم حمیدی رو غافل گیر کنیم، خودش خبر نداره. نگار رفته بچه خانم حمیدی رو بیاره. آماده این؟ آماده این؟ کادوها رو نزاشتین که. رسید، گلم بزن. گلم بزن، روشن کن شمع. مبارک کارا چیه که میکنین؟ مگه من بچه هم مفتر؟ جشن بازنشستگی خانوم حمیدی. الله قربونتون برم، نکنین اینجوری دیگه. ما همیشه هستیم، هیچ موقع تنهاتون نمیذاریم. باشه، من جای شما بودم امشب بهترین شب زندگیم بود. بچه ها فاز غم نگیرید دیگه، تو رو خدا. سب کن ببینم بچه ها، بعضیاتون تو راه روهای بخش ماسک نمیزنی. چرا؟ شما ماسک نزنید. شما خودتون چرا ماسک نزنید؟ من الان خودم میشم. واسه یه سلفی بگیریم با هم. ماسک بفرمایید. یه ماسک میذارید. ولی خانم حمیدی راحت شدین از ماسک زدن و کارهای سخت بیمارستان؟ راحت شدین.
بچه ها این حرفا رو نزنید، به لباسی که تنتونه احترام بذارید. شما ها تازه اول راهی، باید عاشق کارتون باشید. خانم حمیدی، اینا همین جوری میگن که شما رو دلداری بدن، بعدش هم شما دیگه مسئول دختران نیستین، نمیتونین بهشون این حرفا بزنید. بچه ها تو بخش مریض از این حرفا. بچه ها از دست این سوپروایزر خشن راحت شدیم. اصلا نگرم نباشین، همه دعوت ها علکی فوت کنین دیگه، فوت کنین بره فوت کنین تا ده بشمایی واسی. نه نه ده زیاده، سه دو یک. خب بچه ها یه چاقو بیاره اینو ببریم دیگه، اونم اینو بردار بردار واسه شما. چاقو مگه نه اینو بردش کنیم؟ چرا بسیاری نه این بردن اصلا؟ ساده هستش. کرونا یه بیماری نهفته، یه هفته حتی دو هفته ممکنه فرد مبتلا باشه ولی علائم نداشته باشه، ولی آلوده کننده است. عکس سرفه، آبریزش بینی، سردرد، تب بالا، مشکلات تنفسی و التهاب ریه از علائم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهران. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، شب شما بخیر. وزیر بهداشت گفت همه امکانات و نیروی متخصص کافی برای مقابله با ویروس کرونا در کشور وجود دارد. ویروس جدید کرونا که یک ماهی هست در چین بر سر زبان‌ها افتاده، مدام در حال کشورگشایی است و حالا هم که به ایران رسیده. تو کشور ما تأخیر پیدا کردشون. الو سلام فاطمه خانم، احوال شما؟ بی خانم چطوری؟ بچه ها خوبم؟ خوبم منم خوبم خدا رو شد. میام تای خط سرم اصافه رو پیاده کردم، نفسی تازه کنم، یه چایی بخورم، یه شما میفتم میام. چشم، نه اون چیده ایم چه خاصی برات میگیرم. آره میام پیاده هم باش. چشم بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در چین میگذره و حالا با وجود تلاش‌های مسئولان مربوطه برای جلوگیری از ورود این ویروس به کشور، کرونا وارد ایران شده. روابط عمومی وزارت بهداشت از شناسایی و تایید دو مورد مبتلا به ویروس کرونا خبر داد. ساعتی پیش هم رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد این دو نفر به علت کهولت سن و نقص سیستم ایمنی فوت کردند. دو
دانشگاه علوم پزشکی به یکی از بیمارستان‌ها رو تفکیک کنم. چه خبر الیاس؟ خب خدا رو شکر. پس کار بیمارستان به موقع تمام میشه. ببین پیگیر این شهرستانه دیگه هم باش. الیاس، حواستون رو جمع کنید. خبر اعلان عمومی شده. جنگ اصلی ما از فردا تازه شروع میشه.